خب ادامه میدیم. 643 رو ریسون یعنی هدف، ایریا یعنی منطقه، مارکت یعنی علامت گذاری شده، رد قرمز، وایت سفید، الانگ تولم، سنتر یعنی مرکز، رود یعنی جاده. خب میگه چه هست هدف این علامت گذاری هایی که در این منطقه شده به شکل سفید و قرمز در طول مرکز این جاده. ببینید این علامت گذاری قرمز و سفید میگه به چه دلیله. خب اینجا اگه انتهای جاده رو نگاه کنیم یه پیچ رو ما میبینیم و قطعا ماشینایی که دارن میرن منحرف میشن به سمت مخالف. ما توی پیچ ها معمولا منحرف میشیم به خاطر اینکه قوس زیاده و خودمون رو متمایل به سمت مخالف میگیریم. معمولا ممکنه گاهی اوقات سرعت هم زیاد باشه و کاملا منحرف بشه. اینا اومدن برای اینکه احتیاط بیشتر بشه و خطر رو بیشتر به بیننده و به راننده گوش زد بکنن، هم این تابلوها رو گذاشتن که نشانه به قوسه و همین که این رو گذاشتن، این هاشور زده های قرمز و سفید رو گذاشتن برای اینکه خطر رو راننده جدیتر متوجه بشه و بفهمه که این یه خطر جدی هست و با سرعت کمتر و با احتیاط بیشتری حرکت بکنه. خب منظور جوابم اینه separate traffic flowing is opposite direction، برای اینکه جدا سازی کنه ترددی رو که جریان داره از تردد از ماشین های روبرو، خب از مسیرهای روبرو ببخشید. 644 other drivers یعنی دیگر راننده ها may ممکنه sometimes یعنی گاهی اوقات، فلاش یعنی چشمک زدن، دیر آنها، headlights یعنی نورهاشون، نورهای معمولی ماشینشون، at you به شما، which یعنی کدام، situation یعنی شرایط، allowed یعنی اجازه داشتن، do یعنی انجام دادن. خب میگه دیگر راننده ها ممکنه که بعضی اوقات با نورهای پایینشون، با نورهای معمولی ماشینشون به شما چشمک بزنن. در کدام شرایط اونا اجازه دارن که این کار رو انجام بدن؟ قسمت سی درسته. To warn you of their presence یعنی که warn یعنی آگاه کردن، you یعنی شما، their آنها، presence یعنی حضورشون. میگه که برای اینکه اونا آگاه کنن شما را از حضور خودشون، میتونن با چراغشون علامت بدن به شما. سال 645 speed یعنی سرعت، limit یعنی محدودیت، often یعنی اغلب، found پیدا کردن، narrow یعنی جاده های پرپیچ و خم، residential یعنی مسکونی، streets یعنی خیابان. خب میگه چه محدودیت سرعتی هست برای اغلب، برای اینکه محدودیت سرعتی باید پیدا کنیم برای جاده هایی که، برای خیابون هایی که پرپیچ و خم و مسکونیه. قسمت A درسته. 20 مایل بر ساعت یعنی 20 کیلومتر باید باشه حداقل سرعتت، محدودیت سرعتت. سال 646 سیگنال یعنی علامت دادن، مین یعنی معنی. خب میگه چه هست معنی این علامت؟ خب این یه حالت ممنوعه و این سبزه. خب در هر موقع ما این علامت رو به این شکل دیدیم، قسمت نشون میده که ترام ها باید استاپ کنن. به قسمت B درسته. ترامز ماست استاپ یعنی ترام ها باید استاپ بکنن. سوال 647 ور یعنی کجا، فاین پیدا کردن، مارکینگ یعنی علامت گذاری شده، رودم یعنی جاده. میگه کجا باید شما پیدا میکنید این علامت گذاری هایی که در جاده شده. قسمت B درسته. ات مینی راوند اباوت در میدان هایی که کوچیکه. سوال 648 پلیس کار یعنی افسر پلیس، افسر پلیسی که سوار ماشینه، فالوینگ یعنی دنبال داره میکنه، یو یعنی شما، پلیس آفیسر یعنی افسر پلیس، فلاش فلشز ده هدلایت با چراغش به شما علامت میده یا چشمک میزنه، پوینتس یعنی اشاره میکنه، لفت یعنی چپ، وات شود یو دو یعنی شما چه باید انجام بدین. خب منظور سوال چی میگه؟ میگه ای افسر پلیس که سوار ماشینه داره دنبال میکنه شما رو و با نورهای معمولی ماشینش میاد به شما چشمک میزنه، علامت میده و اشاره میکنه به شما برای چپ، به چپ برید، چه باید شما انجام بدین؟ قسمت B درسته.
پول آپ آن د لفت، میگه بکشید خودتون رو به چپ. پول آپ یعنی کشیدن، لفت یعنی چپ. خب سوال 649، سی یعنی دیدن، امبر ترافیک لایت یعنی چراغ زرد راهنمایی، اهد پیشتر، ویچ کدام، لایت یعنی چراغ، اور لایتس یعنی یا چراغ ها، ویل یعنی خواهد، کام یعنی آمد، نیکس بعد. میگه شما میبینید چراغ زرد چراغ راهنمایی رانندگی رو جلوتون، کدام چراغ یا چراغ ها بعد از اون ممکنه ظاهر بشه؟ این چراغ زرد هستش، میگه بعد از اون سبز میشه یا قرمز میشه، یا کدوم چراغ ها اصلا ممکنه دو تا چراغ هم بعدش بیاد، چه چراغایی بعدش خواهد اومد؟ قسمت A درسته، رد الان یعنی قرمز به تنهایی، الان یعنی تنهایی. خب یه توضیح من در مورد این سوال به شما بدم. اگه چراغ قرمز روشن باشه وقتی که میخواد سبز بشه، حواستون باشه، زمانی که چراغ قرمزه و میخواد سبز بشه همیشه بعدش قرمز و سبز با قرمز و زرد با هم میاد. پس زمانی که چراغ قرمزه و میخواد سبز بشه بلافاصله زرد نمیشه، اول قرمزه، بعد قرمز و زرد با هم میاد و بعد سبز میشه. ولی برعکس، اگه سبز باشه و بخواد قرمز بشه، اول سبزه و بعد زرد به تنهاییه و بعد قرمز میشه. موفق باشید تا کلیپ